من متین هستم از فلوریدای آمریکا. لطفا یه معرفی داشته باشید که بریم سوالا رو در واقع جواب بدیم. مالانو جان بفرمایید، خانم اولا همیشه. مرسی. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز که الان دارن لایو ما رو میبینن یا بعدا لایو ما رو میبینن. مرسی از متین جان که این هماهنگی رو کردن. و من ماندانا هستم، در کالیفرنیا زندگی می کنم. 14 ساله که مهاجرت کردم همراه دختر و همسرم و بک‌گراند شغلی مامایی و فارمسی تکنیشن هست و در کنارش و در حینش دارم این بیزینس آنلاین رو انجام میدم که خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستم و از مزایای این بیزینس استفاده می کنم. بفرمایید. بسیار عالی. خب منم دنیس غریبیان هستم، 18 ساله وارد آمریکا شدم، مهندس عمران، مهندس برقم، الان توی شرکت کانادای آمریکایی مشغول به کار دیزاین آودیو ویژوال هستم. در کنارش کار آنلاین مختلفی رو کارهای آنلاین مختلفی رو انجام میدم که یکی از اون کارها کاری هست که با عزیزان الان اینجا هستیم که در موردش کمی با شما گفتگو بکنیم. در خدمتتون هستم. زنده باشین. خیلی خوب آقای دنیز، به رسم مهمان نوازی ما از شما شروع میکنیم. ما میخوایم نظر شما رو یا گفته های شما رو بشنویم راجع به این که چطور میشه افکار جست و گریخته ای که به ذهن هر انسانی میاد موقعی که یه تصمیم گیری مهم میخواد انجام بده، چطوری این افکار رو میتونه بهش جهت بده، بهش سو بده در جهت اینکه ازش یه تصمیم بهینه بسازه. این جست و گریختگی افراد رو چجوری میشه منیجش کرد، افکار رو؟ درسته. تو این دوران هایی که الان ما مثلا در اینجوری که من در خارج از ایران این تونستم اینجوری خودم رو منیج بکنم، بخوام این رو توضیح بدم، در حقیقت خب افراد خیلی چیزهایی میبینن که واقعا دوست دارن انجام بدن. یعنی در حقیقت هر شخصی، هر انسانی در حقیقت هر روز داره به یه چیز بالاتر فکر میکنه، هی دوست داره یه چیز بالاتر، یه چیز جدیدتر، ناخودآگاه با در ذهن خودش میخواد یه چیزی رو زودتر یاد بگیره، یه چیزی رو یاد بگیره انجام بده یا مثلا در یک مسیری حرکت بکنه که تا حالا نبوده. ولی خب یک سری افکار به اصطلاح بازدارنده وجود داره که افراد رو نگرشون میداره، نمیذاره یه کاری رو انجام بدن. برای همین مثلا یکی از قانونهای قانون 5 ثانیه هست که میگن آقا اگر چیزی رو تصمیم گرفتی در عرض 5 ثانیه یا انجامش بده یا بندازش گیر. یعنی در حقیقت این واقعا انسان وقتی یه چیزی رو دوست داره، وقتی یه مسیری رو میخواد حرکت بکنه، اولین چیزی که ازش میترسه، اون ترسی که وجود در کل وجودش رو در بر میگیره، اینه که نالجشون. یعنی در حقیقت شما میخوای یه کاری رو انجام بدی، میدونی هست یه همچین کاری هست، ولی میترسی، میگی او خب من که اینو نمیدونم، من که این کار بلد نیستم، اگه برم اونجا شاید کم بیارم، اگه برم اونجا شاید این جوری بشه، شاید اون جوری بشه. از طرف دیگه فکر میکنین که مثلا اون کاری رو که شما دارین الان انجام میدین همونه، یعنی اگر از این راهی از این مسیری که هستید بری بیرون خیلی باید دوباره زحمت بکشی یا خیلی باید طول بکشه تا دوباره بخوای سر همینجا برگردی که آیا اون موفق میشه نمیشه، آیا باید برگردم نباید برگردم. خب اینا افکار رو باید نباید های زیادیه که همه دارن و به اصطلاح به همه این ترس رو میده و این ترس رو همه هم دارن. و این حالا چطوری بتونی اینا رو جمع بکنی؟ در حقیقت وقتی که شما تصمیم میگیری یه چیزی رو، یه کاری رو انجام بدی، وقتی میخوای یه هدفی رو در نظر بگیری، یه گولی رو داشته باشی و میخوای به طرفش یه تیری رو شلیک بکنی، یعنی در حقیقت میخوای با نیزه مثلا یه هدفی رو در نظر بگیری، نمیتونی بگی خب حالا من اگه از این طرف بزنم اینجا میره، اگه از اون طرف بزنم اینجا میره. نه، مستقیم به طرف هدف نگاه میکنی، شلیک میکنی، چون به غیر از اینم نیست. باید حالا اگرم به خودش نخوره بالاخره این طرف اون طرف میخوره. خب ولی سعی میکنی که زیاد راههای مختلفی رو نری، بنابراین سعی میکنی یه چیزی رو که میخوای اون اطلاعات، اون زنجیره رو پیدا بکنی، ببینی از کجا باید بری، یا ببینی اون افراد رو پیدا میکنی که در حقیقت این کار رو انجام دادن، یه راهی رو رفتن، به یه جای رسیدن. حالا اونایی که به اونجا رسیدن همینجوری یه شبه نرسیدن، سالها روز زحمت کشیدن، بالا پایینیاشو رفتن، شب و روزشو چشیدن، اشتباه کردن، برگشتن تا به موفقیت رسیدن، چون همیشه موفقیت یه جاپای از خودش به جا میذاره. شما اگه همین جاپا رو به اصطلاح رعایت بکنی و دنبالش بری به همون جا میرسی. برای همین
افراد باید برای اینکه بتونن اینو جمع بکنن، اول باید تصمیم بگیرن که چی میخوان، یعنی در چه زمینه ای میخوان کار بکنن، مثلا در چه زمینه ای میخوان فکر خودشون رو مثلا رشد بدن که بتونن تو اونجا کار بکنن، و بعد برن دنبال این که خب حالا کیو بلدم کیو بلد نیستم. یه سری برنامه ریزی داریم که من توی لایوام خیلی گفتم، یه سری هدف گذاری سمارت داریم، خب که در حقیقت شما اول انتخاب میکنی که اصلا چیو میخوای انجام بدی، بعد میای براش یه تایمی رو منیج میکنی، بعد میبینی اصلا میتونی اصلا بهش برسی یا نمیتونی برسی، حالا برای رسیدنش چه چیزایی رو لازم داری، و بعد میای اینا رو میذاری کنار هم دیگه، میگی خب من مثلا از نقطه A میخوام برم به نقطه B، خب برای اینکه از نقطه A برم حالا یه قدم برم جلوتر باید اینو بلد باشم، خب مثلا از این دو سه تا مطلبی که باید بلد باشم یکیشو بلد نیستم، خب همون هولدت میکنه، میری اونو یاد میگیری، خب این کامل شد، میری زنجیره بعدی، میری چرخه بعدی، و همینجوری مستقیم میری تا به اون چیزی که دوست داری برسی. ولی مهمترین چیز به نظر من اگر بخواید یه چیزی رو کنترل بکنین، مهمترین چیز اینه که شما تصمیم بگیری که چی میخوای و دیگه چپ و راست نری، مستقیم در حقیقت بری به طرف همونجا و هر مانعی که هست رو یکی بعد از اون یکی پس بکنی، یعنی مثلا از مانع اولی که مثلا پس نشده جامپ نکنی بری مرحله بعدی، چون اگه جامپ بکنی یه جایی به این مرحله اولی که جامپ کردی گیر میکنی. بنابراین باید خودمون برنامه ریزی داشته باشیم، یه هدفی داشته باشیم، یه هدف گذاری کرده باشیم، و در حقیقت میشن ویژن گولمون مشخص باشه که بتونیم مستقیم بریم، بدونیم به کجا میخوایم بریم، حالا اونو به قطعات کوچولو کوچولو تقسیم میکنیم، یکی یکی قطعات رو انجام میدیم، میچسبونیم به هم دیگه تا به اونجا میرسیم، که همون کاری که الان توی سیستم خودمون به وضوح داریم همین کار رو انجام میدیم و داریم میبینیم که داره انجام میشه و راهی رو داریم میریم که پروف شده هست. حالا یکی کمی زودتر میرسه، یکی کمی دیرتر، یکی کمی وقت بیشتر میذاره، ولی نه یکی هم هست از پله اول میپره پله پنجم ولی دیگه به ششمی نمیرسه، دوباره برمیگره دومی، چون اگه بپری نمیرسی، باید یکی یکی مراحل رو بری بالا. خیلی هم عالی، بسیار کامل و جامع توضیح دادین آقای دنیز. جنبندی که میتونیم بکنیم اینه که همونطور که شما گفتین من کاملا موافقم، این که تمرکز بکنیم روی این که ببینیم چی میخوایم، و اینکه وقتی دونستیم چی میخوایم با کسب اطلاع و در واقع آگاهی ابه ترسامون غلبه بکنیم و به همونطور که شما گفتین به هدف شلیک بکنیم نه به سمت چپ و راست. عالی بود، ممنون. مادر جان چیزی دارین اضافه بکنین؟ نه آقای دنیز، همه رو کاور کردم، خیلی عالی، خوب بود. واقعا همین هست که ما از تصمیماتی که کوچیک هست شروع میکنیم تا به این که بتونیم به اون تصمیم بزرگی که میخواییم برسیم توی این بیزینس. دقیقا همین، یعنی پله پله باید این تصمیمات رو بریم. دقیقا. مادر جون من میخوام که شما برامون توضیح بدید که حالا اگه خیلی ها بخوان بگن که این همه بیزینس آنلاین چرا همشون شما همیشه در راجع به این نوع بیزینس صحبت میکنین، اگه بخواین سه تا از مهمترین ویژگی های این بیزینس رو بگید که یه جورایی متمایز کننده باشه، اون سه تا از نظر شما کدوم ها هست؟ بله، خب این بیزینس مزایای زیادی داره، ولی خب من سه شاخص مهم این بیزینس رو که خیلی واقعا بولد هست من این رو مطرح میکنم. یکی از خصوصیات خیلی خوب این بیزینس محصولات خوبش هست، محصولاتی که های تیکت هستن، های کامیشن هستن، مدیکال گرید هستن، و کسانی که وارد دوره آزمایشی میشن خودشون میتونن به عملکرد این محصولات پی ببرن، میتونن از سایت های معتبر این محصولات رو سرچ کنن و ببینن که چقدر خواص خوبی دارن برای سلامتی و چقدر برای سلامتی مفید هستن، و این محصولات به خاطر اون های تیکت بودنشون، های کامیشن بودنشون هست که ما به خاطر اونها پتانسیل درآمدزایی در این بیزینس بالا هست. و دومین شاخصش که همون پتانسیل درآمدزایی هست که حالا یکی به خاطر همین محصولاتش هست و یکی هم به خاطر بیزینس مدل این شرکت هست. ولی خب من الان میخوام در مورد پکیج آموزشی این سیستم صحبت کنم که پکیج آموزشی بسیار کامل و خوب که الان جدیداً آپدیت شده، همه زبانها در دسترس شما قرار داره، از جمله زبان فارسی هم به اون اضافه شده، و برای اون دسته از عزیزانی که از نظر زبان انگلیسی قوی نیستن و یا اینکه از اروپا هستن بیشتر زبانهای دیگر رو دارن
اون زبانها رو دارن مثل فرانسه یا زبانهای آلمانی. به خاطر همین این پکیج کامل آموزشی همراه با کوچ و منتور 24 ساعته و یکی از بهترین خصوصیات این بیزینس همین سیستم کوچ و منتوری هست که در هیچ بیزینس آنلاین دیگه شما نمیتونید این رو پیدا بکنید، که این کوچ و منتور تمام تجربیاتشون رو در اختیار شما قرار میدن، قدم به قدم تمام این آموزش های دیجیتال مارکتینگ رو در 7 تا پلتفرم به شما آموزش میدن و شما اگر هیچ تجربه ای نیاز نداشته باشید در این بیزینس، همه چیز از 0 تا 100 به شما آموزش داده میشه. و دیگه اینکه سومی شاخصش دورنمای این بیزینس هست که همون دوره پسیو اینکام، دوره بازنشستگی هست که بین 3 تا 5 سال به یک درآمد ثابت 5000 دلار ماهانه میرسید که یکی از بی‌نظیرترین به نظر من بیزینس ها هست که هیچ بیزینس آنلاین دیگه شما پیدا نمی کنید که بین 3 تا 5 سال به شما یک درآمد ثابت 5000 دلار رو بده. که این بیزینس شما بعد از اینکه به پیشرفت کردید و به اون حد رسیدید میتونید اون 5000 دلار رو ماهانه داشته باشید که یک درآمد غیر فعال هست که به نظر من در مقابل اون کامیشن ها و درآمدهای جانبی دیگر هم یه مثل یک پول خورد میمونه این 5000 دلار. ولی خب به هر حال دیگه شما این 5000 دلار رو به صورت ثابت در این بیزینس دارید. میگم این بیزینس مزایای زیادی داره، ولی خب من به 3 تا موردش که خیلی مهم هست اشاره کردم. مرسی من جان. من میخوام به یه دونه فقط از مزایای دیگه که الان به ذهنم رسید بگم. دوستان، این بیزینس نه تنها یک بیزینسی هستش که شما ازش در واقع کسب درآمد میکنید، بلکه موقعیتی هستش که شما علم روز دنیا رو درش یاد میگیرید. یعنی میشه گفت در واقع یک تیر دونشون هست و یکی از دلایلی که این بیزینس در واقع پتانسیل درآمد بالایی داره به خاطر این هستش که بسیار پویا هست و اون به خاطر این هستش که داره از چیزی استفاده میکنه که علم روز دنیاست. اینو من فقط خواستم لابلای صحبتهای شما و ماندانا جون شما و آقای دنیز بگردونم و بریم برگردیم سراغ آقای دنیز. آقای دنیز، میتونید از تجربه شخصی خودتون تو این زمینه مثال بزنید یا به طور کلی هر ادوایسی که دارید، چطور دوستان میتونن به این بیزنس اعتماد بکنن، یا اینکه شما خودتون چطور به این بیزنس اعتماد کردید؟ میتونم از اینجا شروع بکنم. اول چون فقط چون ما الان در این مورد صحبت کردیم، من یک چیز رو اضافه بکنم اینجا که خیلی از عزیزان بعضی وقتا یک سری از جملاتی رو یا چیزایی رو که ما میگیم یه جور دیگه برداشت میکنن. این خیلی مهمه که افراد بدونن که واقعا وقتی که وارد یه سیستمی میشن، وقتی ما الان به عنوان مثال وقتی ما میگیم به این پسیو اینکام اون در این دوره میرسین، اینجوری نیست که حتما چه کار بکنین چه کار نکنین در این دوره و اونجا میرسین. نه، این بستگی به فعالیت خودشون هم داره. مثلا خیلی از افراد فکر کردن که مثلا خیلی به من تماس میگیرن که خب شما که میگین اینجوری، پس چرا نمیشه، پس چرا کی میشه، پس چرا جوری میشه، چی کار باید بکنه. برای همین این مراحلی که به صورت پکیج آموزشی در اختیارشون قرار میگیره و اینا، خودشون باید اینو رو یاد بگیرن، خودشون باید واقعا پکیجی هست که میتونن. حالا اعتماد سازی، ببینین در حقیقت اعتماد چیزی نیست که بخوای از جای بخری یا بخوای به یکی بفروشی یا بخوای به یکی بفهمونی که آقا باید به این بیزنس اعتماد بکنی. خب خیلی از افراد هستن که دارن اینجا فعالیت میکنن، خیلی از افراد هستن که دقیقا با همین کمپانی در جاهای دیگه دارن فعالیت میکنن و این اعتماد باید به خود آدم، باید به خودش اعتماد داشته باشه. این اعتماده اینه که من میتونم این کار رو انجام بدم. این چیزی نیست که حالا این سیستم رو رعایت بکنم، این رو فالو بکنم، این خانم، این آقا، این سیستم، این آموزش. نه، اول باید خودتو باور داشته باشی. برای همین اولین چیزی که اصلا تو این بیزنس به آدم میذارن جلوی آدم و اون مطالبی که ارائه میشه در حقیقت اینه که اول خودتو باید بشناسی. برای من خودم 9 ماه طول کشید تا اینو شناختم. ببینین بیزنس های زیادی داشتم،
همونجوری که فرمودین به حسب تجربه من بیزنس های زیادی رو داشتم، با بیزنس های زیادی در آنلاین کار کردم، هم پول به دست آوردم هم زیاد از دست دادم، پولی به دست پول های زیادی رو از دست دادم، حتی پولی رو از دست دادم که منو به حتی به بستر بیماری برده. تا این حد یعنی بالا پایینی های تو این زمینه زیاد هست، ولی اون اعتمادی که آدم به خودش داره بازم به اون قدرت رو به آدم میده که دوباره بتونه وایسه. زمین خوردن ملاک نیست، وقتی که بتونی وایسی و خودت به خودت اعتماد بکنی اون مهمه. بنابراین این بیزنس یا هر بیزنس دیگه ای رو باید امتحانش کرد، باید اول بدونی که دنبال چی هستی و آیا بیای و بفهمی که آقا این هم چیزی که من میخوام اینجا هست یا نیست. برای من اعتماد به این بیزنس پکیج های آموزشی بود که داشت. چرا؟ وقت حالا بعد که اومدم داخل قسمت های دیگر رو فهمیدم، قسمت های دیگر رو دیدم، کامیونیتی مثل شما عزیزان رو پیدا کردم و در حقیقت کامیونیکیشنش اصلا خوب بود و حالا بماند به یک سری از مسائل، یک سری از رفتارها، یک سری از حرکات، خب شاید من دوست داشته باشم، شاید من دوست نداشته باشم، هر کسی به نوبه خودش، به شخص خودش داره یه کاری رو انجام میده. ولی وقتی که من اومدم داخل و این پکیج ها رو دیدم، چون من خودم سالها توی این دنیای اینترنت، توی آمازون، توی گوگل، توی ای بی، توی دیجی استور، توی کلیک بانک، تو همشون فعالیت داشتم و تو خیلی هاشون هم همین الان هم فعالیت دارم، یه چیزی اونجا کمه و اون آموزشیه که در داخل این سیستم ها هست. به عنوان مثال اگر شما پکیج رو مثلا خریداری میکنین، ممکنه دو تا یا سه تا آموزش داخلش باشه، بیاد در مورد فقط یوتیوب توضیح بده، فقط در مورد فیسبوک توضیح بده، یا اصلا کلا هیچ کدوم اینا رو کار نداشته باشه، فقط بیاد در مورد مستقیم و سیلز کردن صحبت بکنه. ولی اون چیزی که شما میخوای و اون چیزی که من میخوام شاید خیلی فرق داشته باشه. اون چیزی که من میخواستم، من تمام اینا رو داشتم، تمام اینا رو میدونستم چیه، ولی نمیدونستم کجا میتونم همه رو یه جا داشته باشم. این یه جا بودن که من یه پلتفرم رو باز بکنم، همه اینا رو یه جا بتونم داشته باشم، ببینم اگه سوالی دارم، اگر کسی میخواد با من کار بکنه، نیام دنبالش بگردم بگم برو فلان جا فلان کارو بکن، برو فلان جا فلان کارو بکن، اینجا هست، ببین این کارو باید بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، و پرکتیکال هم باشه. چرا؟ گروه زیاد هست تو اینترنت، شما بگردین انقدر آدم پیدا میکنین، پولای هنگفتی هم دارن از توش در میارن، ولی یه مشت اراجیف دارن تحویل ملت میدن، خب ولی دارن کار میکنن. ولی آموزشی که شما دوست داری، آموزشی که واقعا بهت کمک بکنه، نه فقط آموزش رو بگیری بگی خب من آموزش رو گرفتم حالا باید چی کار کنم، طرف نیست دیگه، چی کار باید بکنی، خب آموزش رو گرفتی دیگه، بر اساس اونا باید بری جلو. خب چطوری باید برم جلو؟ کسی نیست راهنماییت بکنه، منتوری نیست اونجا به شما بگه چی کار بکن چی کار نکن. و ایناست که این بیزنس رو زیبا میکنه، این کامیونیکیشن، این کامیونیتی که بین اینجا وجود داره، اینا این بیزنس رو زیبا میکنه و در کنارش خیلی قدرتمندش میکنه. چه در این قسمت، چه قسمت های بعدی، چه قسمت های قبلی، چه داخل این سیستم یا چه بیرون این سیستم، این چیزاست که این سیستم کلن کمپانی رو قوی میکنه و افراد میتونن بهش اعتماد بکنن بیان داخل. حالا خب ما این تفکرات قبلی که داشتیم خب خیلی 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 ضربه خوردیم، از هر نوع فرادی، از هر نوع سکمی بگین ما ضربه خوردیم و هنوزم داریم میخوریم. خب ولی وقتی میای میبینی یه جا، وقتی وارد میشی، اولا که یه کد بین المللی بهت میده، هر چه دوست داری میتونی باش کار بکنی، میای میبینی آموزشاش هست، هر موقع بخوای از هر جا فقط دسترسی به اینترنت داشته باش میتونی بری داخلش. وقتی یه هزینه ای رو پرداخت میکنی، بعد خودت میای با خودت حساب میکنی، میگی خب من اگر میخواستم این کارو بکنم، سایتم باید اینقدر پول میدادم، نمیدونم برای درست کردنش باید اینقدر میدادم، برای درست کردنش اینقدر بدون خوینا، اینا اصلا چجوری باید مثلا با این هزینه به این کمی دارن این کارو میکنن. وقتی میای داخل و با اون هزینه کم یک بار پرداخت میکنی و میای همه اینا درست شد برای تو، خب این یه قسمت دیگه اعتماد سازیه که اینجا وجود داره. از طرف دیگه شما تکس پرداخت میکنید. ما اونایی که خارج از کشور هستیم واقعا نمیخوایم با دولت اون کشور در بیافتیم یا اصلا فرادی انجام بدیم یا یه سکمی داشته باشیم، نمیخوایم این کار بکنیم، چون به ضرر خودمونه، چون ما به قول گفتنی وارد این کشور شدیم، میخوایم یه کار قانونی داریم، یه کار قانونی انجام بدیم، یه درآمدی داشته باشیم، یه جوری بتونیم اینو سر یه نون حلال سر سفره خودمون بیاریم. بنابراین دوست نداریم دنبال اسکندال بگردیم، هر جوری بخوایم ترای میکنیم، ولی خب وقتی یک چیز رو پیدا میکنیم که میبینیم نه این سیستم کار میکنه،
حالا مثلا شما اگر یه سیستم مثلا گلوبال رو برید نگاه بکنین و میگین که آه این سیستم کار میکنه، خب حالا یکی از شعباتش کار نکرد، این ملاک نیست که اون شعبه کار نمی اون سیستم کار نمیکنه. اون شعبه شاید یا جاش درست نیست یا اپروچش اشتباهی، یا اصلا کاری میکنه که نباید بکنه. یه کاری اشتباه هست که کار نمیکنه. چرا همه شعبه کار میکنه الا همون یکی؟ خب بنابراین خب اینا تشخیص داده میشه، آدم میفهمه، و وقتی که مراحل رو به شما توضیح میدن، مراحل طوری هست که شما یاد میگیری اجرا میکنی، یاد میگیری اجرا میکنی. تمام اینا رو ما داریم اطلاع رسانی میکنیم که هست، شما میتونید این کارا رو انجام بدین. در سیستم دیگه یه جور دیگه به شما اطلاع رسانی میکنن، اینجا یه جور دیگه اطلاع رسانی میکنن، ولی کلشون از یه بایبل دارن استفاده میکنن. هر کسی داره از یه کتاب مشخص رو داره از اون استفاده میکنه، داره این مسیر رو پیش میره. بنابراین چیزی که پروف شده است، چیزی که به شما رسید میده، چیزی که به شما تکس آیدی میده، چیزی که شما میتونید در تمام دنیا همه میشناسنش، میتونی ازش استفاده بکنی و شناخته شده است و الان 50 خورده ای ساله داره کار میکنه، چون نمیتونی بگی این اشتباهه. و این خودش تمام این مراحلی رو که شما باید تر بکنی در حقیقت به شما اطمینان میده که اگر من یک کاری رو شروع این کارو شروع میکنم، در حقیقت یک کاری رو دارم شروع میکنم که اتلیست خلاف نیست و در حقیقت میتونم بهش اعتماد بکنم. وقتی بیای داخل راه های انجامش رو یاد میگیری، شاید یه راه جدیدتری برای خودت داشته باشی، اون راهو پیش میگیری، ولی میدونی که در سیستمی که وارد شدی اون سیستم قانونیه، داری کارتو انجام میدی و هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. خب این بزرگترین اطمینان برای ما خارج از کشور که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، بتونیم به اون اعتماد بکنیم، واردش بشیم که برای ما رو دچار مشکل نکنه. دقیقا همینطوره. مرسی آقای دنیس، انقدر که کامل و جامع توضیح میدید، واقعا دیگه هیچ جای ادیتی نمیمونه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. واقعا همینطوره، همونطور که آقای دنیس گفتن، قانونی بودنش که خب اولین چیزی هستش که خیلی بولد برای همه ماها، به خصوص مهاجرا، یه چیز خیلی مهمه. این یکی از دلایلی بود که واقعا من خودم اولین درجه اعتماد رو کسب کردم به این بیزنس. و اینکه دوستان این رو هم در نظر بگیرید که اگر موقعی کاسه زیر نیم کاسه یک بیزنسی، یه لوکیشنی که سرویس راه میده، خدمات راه میده یا هر چیز دیگه ای، چرا میاد کمپانی ما یک دوره تریال 30 روزه میگذاره؟ ببینید، حتی داره این حق رو برای شما قائل میشه که شما خودتون بیاید و فارغ از اون چیزهایی که از دهن متین، ماندانا و یا آقای دنیس شنیدید، در واقع خودتون بیاید و بررسی بکنید با اون چیزی که مد نظرتونه، بسنجین یافته هاتون رو، با چشمان خودتون ببینید و دیتیل این بیزنس رو زیر و رو متوجه بشید. به نظر شما اگر این کمپانی فیک بود، اگر این کمپانی دوست داشت که یه چیزهایی رو فاش نکنه، آیا برای شما این دوره 30 روزی که میشه گفت وقتی که در واقع چون ریفاندبل هست، در واقع هیچ بردی برای شرکت نداره؟ خب این در واقع این یه حقیه که دارن به شما میدن و پولتون رو برمیگردونن بعد از دوره 30 روز. دوره تریال حقیقت یه دوره‌ای بودش که یکی دیگه از دلایلی بودش که من یه مقدار اون اعتماده برام بیشتر شد و همه چیزهایی که آقای دنیس گفتن به طب یکی پس از دیگری اضافه شد به لیست من و در واقع اعتماد من رو کامل کرد. ماندان از این چیزی داری عزیزم در این زمینه اضافه بکنی؟ دیگه آقای دنیس همه رو گفتن. فقط من این رو بگم که وقتی که ما داریم برای درآمدی که به دست میاریم تکس پرداخت میکنیم، این در هر جای دنیا مخصوصا در خارج از کشور، وقتی شما در یک بیزینسی هستید، در یک جایی هستید که دارید تکس پرداخت میکنید بابت درآمدتون، این نشونه قانونی بودن اون بیزینس هست، نشونه قانونی بودن اون کاری که دارید انجام میدید، چون به گاورمنت اطلاع داده میشه و شما در آخر سال فرم تکس دریافت میکنید و میتونید بر بابت درآمدتون باید به گاورمنت اون تکس رو پرداخت کنید. خیلی عمالی. اگر دوستان احیانا شما هم دوست دارین از این موقعیت استثنایی با خبر بشین، اطلاعات بگیرید، شاید این موقعیتی باشه که شما سالیان سال مثل خود من دنبالش هستین و اصلا نمیدونید که همچین موقعیتی هست. اگر تمایل دارین بیشتر بدونید، آقای دنیس، ماندانا جان و من، ما هر کدوممون توی اینستاگرام و فیسبوک پیج داریم، قسمت بایو ما وبسایتمون رو نوشتیم، میتونید وارد وبسایت ما بشین، اسم و ایمیلتون رو بگذارید تا یک وبینار رایگان دریافت بکنید.
بکنید. اگر خودتون دوست ندارید رجیستر بکنید، میتونید به هر کدوم از ماها که تمایل داشتید اسم و ایمیلتون رو بفرستین، دایرکت بدین زیر یکی از پستامون در واقع اسم و ایمیلتون رو بگذارید تا ما اسم و ایمیل رو برای شما داخل وبسایتمون رجیستر بکنیم. اولین قدم تماشا کردن اون وبینار رایگان هست. بعد از اون شما در واقع اطلاعات بیشتری نیاز خواهید داشت که هر کدوم از ماها که به عنوان منتور شما برگزیده میشیم با کمال افتخار میتونیم شما رو گام به گام راهنمایی بکنیم که مرحله بعدی و بعدی چی هستش، که دیگه وارد بشین و اطلاعاتتون رو بگیرید تو این زمینه. هر سوالی هم که داشته باشید منتور و کوچ شما 24 ساعته هستن، به شما پاسخ میدن و اینکه شما تنها نخواهید بود. امیدوارم که درهای موفقیت رو به روی خودتون بگشایید، امیدوارم که دست از تحقیق نکشید. همونطور که گفتم شاید این موقعیتی باشه که شما سالیان سال منتظرش هستین. خیلی ممنون آقای دنیز، خیلی ممنون مادام جان، مرسی از وقت شما دوستان، مرسی از شما هستید، هر کجا میکنید باشید که هستید، ایام کامتون باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.